سلام، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز دوشنبه 30 می. مقامات شهر وحدت تحصیل در یک مکتب ناحیه را که چند از شاگردانش به بیماری نامعلوم گرفتار شدند متوقف کردند. خبرنگاران رادیو آزادی روز 30 می به مکتب دهه صوفیان رفتند و در آن را بسته یافتند. در این مکتب روز جمعه 28 می 11 خواننده به بیماری نامعلوم گرفتار شدند. معلمان و خودی خوانندگان میگویند ظاهرا مکتب بچه‌ها بعد از بویدن گل‌های صدبرگی صحنه مکتب گرفتار درد سر یا بیهوش شدند. با قبل آنها مدد فوری طبیبان مکتب بچه های زهرآلود شده را نجات داد. آنها تشخیص کردند، گذروندن شوند، خیلی تازه کردند روشون را گیمت وی موندن، دورو موندن. ای حمید شش کسی شد. آنها دو کسی دیگرش خیلی بونامور است خبر گرفتیم شوند. نغزی خشروه های کمتر مزه شوند، یعنی سیستم عصب شوند. مقامات انتظامی و وزارت تندرستی سبب های حادثه را تحقیق میکنند که چی میتوانست شاگردان مکتب را بیمار کند. از این پیشتر روز 27 می 50 خواننده مکتب دهه خواجه غلطان ناحیه شمسدین شاهین بعد کارکردی سیمخانه هایشون با داروی پشه زهرآلود شدند. دادگاه روسیه مهلت بازداشت 5 شهروند تاجیکستان را که به شرکت در ماجرای خونین در آرامگاه خوانسک متهم میشوند برای 2 ماه تمدید کرد. این افراد از جمله 22 شهروند تاجیکستان بودند که با گناه میده باشی به 15 روز حبس محکوم شدند. 17 نفری دیگر روز 29 می بعد ادای حکمشان آزاد شدند. بعد مناقشه خونین میان یک گروه جنایی با مهاجران تاجیک روز 14 می در آرامگاه خوانسک در مسکو 3 شهروند تاجیکستان کشته شدند و مقامات انتظامی روسیه بعد از این بیشتر از هزاران مهاجر غیر قانونی را از قلمرو کشور بیرون کردند. توجه نهادهای اپراتیوی به 10222 مکان زیست جلب گردیده است که از این بین 2451 خانه را به خارجیان اجاره دادند. در میان آنها 1620 خانه برای اجاره به زاده های آسیای مرکزی و قفقاز شمالی پیشکش شده است. ریاست اموری داخلی شهر مسکو آخری هفته گذشته گفت در جریان 2 عملیات مبارزه با مهاجرت غیر قانونی که از روز 5 تا 25 می ادامه کرد بیشتر از 5,500 مهاجر غیر قانونی را پیدا کرده و از روسیه اخراج یا دپارتاسیه کردند. حامیان حقوق بر رادیو آزادی گفتند که عملیات با قانون شکنی های زیاد صورت گرفته است و از شکایت های مهاجران که به دست آنها رسید برمی‌آید که اکثریت اخراج شده ها شهروندان تاجیکستان و ازبکستان هستند. وکیلان مردمی شهر دوشنبه آزاده رحمان فرزند رئیس جمهور امام علی رحمان را عضو مجلس ملی انتخاب کردند. روز 29 می در اجلاس مشترک وکیلان شهر و ناحیه های دوشنبه اکثریت وکیلان به طرفداری آزاده رحمان رای دادند. آزاده رحمانی 38 ساله از سال 2005 تا سال 2014 به حیث دیپلمات کار کرده است و عین زمان رهبری دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان است. آزاده رحمان در مجلس ملی پلاته بالای پارلمان جایگزینی بختیار خدایار زاده شد که او را ماهی انور رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان تعیین کردند. در شهر دوشنبه نمایندگان جامعه مدنی و مقامات بلندپایه حکومت تاجیکستان راههای همکاری برای بهبود بخشیدن و وضع حقوق انسان را بررسی کردند. در همایش 10 مکالمه میان حکومت و جامعه شهروندی که با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 30 می صورت گرفت، نماینده حکومت وعده داد که برای تامین برابری و رعایت حقوق مردم در هر مؤسسه دولتی در تاجیکستان یک نفر مسئول نظارت حقوق انسان تعیین می شود. مقامات تاجیکستان می گویند برای رعایت حقوق انسان همکاری خوبی را با سازمان های غیر حکومتی به راه ماندند، ولی مدت 2 سال اخیر حکومت چند سند در رابطه با فعالیت سازمان های غیر حکومتی قبول کرد که به گفته سازمان ها و حامیان حقوق برعکس فعالیت آنها را محدود می کند. در شهر دوشنبه مقام خانان تاجیک روز 29 می با برگزاری یک کنسرت خاطره نریا امینوف یکی از مقام خانان معروف تاجیکستان را گرامی داشتند. در کنسرتی بخشیده به 100 سالگی آوازخوان که در زمان شوروی محبوبیت زیاد داشت، شاگردان و فرزندان هنرمند از جمله روشل امینوف سرودهای پدرش را سرائیدند. روشل امینوف در شهر نیویورک بنیادی را به نام نریا امینوف تأسیس داده است و دسته 6 مقام خانی هم دارد. من از مردم شما منت دارم.
جشنواره امروزه برایم حادثه فراموش نشدنی است. مقام های تاباد سبا چیدانی از ترانه های کلاسیکی نیریا امینوف است که هنوز هم در رادیوهای تاجیکستان صدا می دهد. او سال 1996 در سنی 80 سالگی درگذشت. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.